درود و وقتتان بخیر. به برنامه ورزش از آریانا نیوز خوش آمدید. در نخست توجه نمایید به چند خبر ورزشی. تیم فوتبال پیروزی و ولایت پنشیر قهرمان رقابت‌های حوزه مرکز شد. این تیم افزون بر کسب عنوان قهرمانی صعودش به لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان که قرار است در آینده نزدیک به میزبانی کابل برگزار شود را قطعی ساخت. دومین دور رقابت‌های لیگ قهرمانان کشور در حوزه مرکز با حضور تیم‌های نعمان پروان، ابو حنیفه کاپیسا، پیروزی پنشیر و بهار آزادی بامیان برگزار شده بود که سرانجام با قهرمانی تیم پیروزی پنشیر به پایان رسید. ابو مسلم در دیدار نهایی رقابت‌های چهار جانبی فوتسال بانوان هرات با حساب 5-2 تیم پیروزی را شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد. در دیدار رده‌بندی نیز تیم فوتسال بانوان میوند با نتیجه 3-0 تیم فوتسال بانوان جبرائیل را در هم کوبید و به مقام سومی دست یافت. رقابت‌های چهار جانبی فوتسال بانوان از 3 روز پیش به مناسبت هفته محو خشونت علیه زنان آغاز شده بود. آرسنال در آخرین بازی از هفته 16 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال انگلستان 3-1 وست هام را شکست داد. در این دیدار نیمه نخست را وست هام با تک گل اوگبونا با پیروزی برختکن رفت، اما در نیمه دوم مارتین لی، نیکولاس پپه و اوبامیانگ برای توپچی‌های لندن گلزنی کردند. با این پیروزی آرسنال 22 امتیازی شد و در مکان نهم جدول لیگ برتر فوتبال انگلستان قرار گرفت. در رقابت‌های لیگ بر حرفه‌ای بسکتبال NBA آمریکا، لاس آنجلس کلیپرز با حساب 110-99 ایندیانا را شکست داد. گیروکی با کسب 36 امتیاز و 9 ریباند نقش برازنده‌ای را برای پیروزی لاس آنجلس کلیپرز در این بازی ایفا کرد. در سایر بازی انجام شده بوستون 110-88 کلیولند را شکست داد. تورنتو 93-92 شیکاگو بولز را در هم کوبید و اوکلاهاما سیتی 104-90 از صد یوتا جاز عبور کرد. و هفته ششم رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب با انجام 8 بازی آغاز می‌شود. در حساس‌ترین بازی‌ها چلسی انگلستان به مساف لیل فرانسه می‌رود و بارسلونا اسپانیا در خانه اینتر میلان ایتالیا مهمان است. در دیگر بازی‌ها ناپولی ایتالیا با خنگ بلژیم، سالزبورگ اتریش با لیورپول انگلستان، بنفیکای پرتغال با زینیت سن پیترزبورگ روسیه، اولمپیک لیون فرانسه با لایپزیگ آلمان، دورتموند آلمان با اسلاویا پراگ چک و آژاکس آمستردام هلند با والنسیای اسپانیا دیدار می‌کنند. و بیننده عزیز، تیم ملی ویلچر بسکتبال بانوان و همچنان آقایان افغانستان نتوانستند در رقابت‌های کسب سهمیه پاراولمپیک 2020 ژاپن کسب سهمیه کنند. در این خصوص بیشتر صحبت می‌کنیم با آقای کبیر خوشبین، مسئول نشرات فدراسیون پاراولمپیک افغانستان که اینجا در استودیو با ما هستند. آقای خوشبین سلام بر شما و خیلی خوش آمدین به برنامه. تشکر. ما هم در نخست سلام های خدمت شما و بینده عزیز تقدیم میکنم. تشکر که ما رو دعوت کردید. سپاس آقای خوشبین. در مورد تیم ملی ویلچر بسکتبال آقایان و بانوان افغانستان بیشتر معلومات بدین. چند روز در کابل تمرین کردن و در کل ضعف تیم در چی بود که ما نتونستیم در این مسابقات کسب سهمیه کنیم؟ آیا حریفان ما در این مسابقات خیلی قوی بودند با اینکه تیم ملی ویلچر بسکتبال بانوان افغانستان و همچنان آقایان افغانستان خیلی قدرت خوبی دارند و در مسابقات انالهود لبنان هم نتایج خوبی کسب کرده بودند؟ خوب، اگر در قسمت ضعف برای ورزشکاران مالی در افغانستان بگویم، ما هیچ نوع ضعف نه خود ما داشتیم، نه بخش ویلچر بسکتبال و نه بازیکنان ما داشتند، چون او امکاناتی که به ورزشکاران معلول در کشورهای خارجی فراهم است بهترین ماش، بهترین امتیاز در اختیار خود قرار داره. متاسفانه در افغانستان برای ورزشکاران معلول اگر دستورهای ملی و بین المللی هم دارن، هیچ نوع تشویق و انگیزه برایشان داده نمیشه، نه تشویق معنایی میشن و نه تشویق مادی که برای پلانهای بعدی خودان تصمیم یا
برنامه های خوبی داشته باشن، از آمادگی های خوب برخوردار بگیره، برخوردار باشن. و خوشبختانه باز هم برای اولین بار تیم ویلچر باسکتبال پارالمپیک افغانستان در بخش آقایان و بانوان که به خاطر مسابقات کسب سهمیه به تایلند آمادگی میگرفتن، تقریبا دو ماه اینا تلاش کردن تحت نظر مربی ایرانی استاد آقای کوچکی، اینا تمرینات فشردی خود را پیش بردن. اما وقتی که اینا در بازی ها اشتراک کردن، گزارش هایی که بر ما میدادن، یعنی ما باور داشتیم که تیم ما به حساب اگر خوب بدرخشه ندرخشه، همین که در شرایطی که فعلا افغانستان ما قرار داریم، یعنی بسیار یک حالت بحران از کشور ما، مثلا از لحاظ اقتصادی، از لحاظ سیاسی، از لحاظ امنیتی، از امکاناتی که برای مالین در افغانستان در بخش ورزش فراهم باشن نیست، ولی باز هم با هیچ نوع امکاناتی که اینا در هم مسابقات که اشتراک میکنن، یعنی بالاتر از مدال طلاست. و در این مسابقات کشورهای اشتراک کرده بود که در جهان از لحاظ اقتصادی هر فعال بیزن، مثلا کشور ژاپن بود، استرالیا بود، کوریا بود، ایران بود، یعنی اینا کشورهای بسیار قدرتمندی بودن. ولی باز هم تیم قهرمانان ویلچر باسکتبال در بخش آقایان و بانوان باز هم توانستن در پنج بازی که اینا داشتن، توانستن هم بخش بانوا هم بخش آقایان دو بازی را توانستن با بسیار تفاوت بالا که شاهد رسانه ها هستن. ما کدام کشورها را شکست دادیم آقای خوشبین؟ ما توانستیم در بخش بانوا تیم کمبودیا و هندوستان را بسیار با تفاوت بالا توانستیم شکست بدهیم، و در بخش آقایان هم در بخش هم کشور اندونزیا را شکست دادن و هم کشور یکی از کشورهای دیگر اندونزیا را شکست دادن. یعنی باز هم یعنی خود از این یک دستاورد بزرگ است، چون تیم گروهی یکی از نقش های اساسی را در ورزش افغانستان داره. مثلا ما چند ورزش بر شما اشاره میکنم، در بخش سالمان تیم های مختلف مثل فوتبال، بسکتبال، والیبال و هندبال که است، تانوز اینا نتوانستن در مسابقات آسیایی اشتراک کردن، ولی بارش خوشبختانه پارالمپیک افغانستان در بخش تیم گروهی ویلچر باسکتبال توانستن بر اولین بار در مسابقات پارالمپیک اندونزیا که بود، توانستن در اون مسابقات کسب سهمیه کردن و در مسابقات المپیک آسیا اشتراک کردن. و این خودش یک دستاورد بزرگی است که ما بر اولین بار یک تیم گروهی ما در مسابقات آسیایی را پیدا کرد. و بعد از او چند مسابقات بین المللی بود که هم بخش بانوان ما هم بخش آقایان ما رفتن مقام اول به دست آوردن. وقتی که اینا به کشور برگشتن، نه از طرف مقامات، نه از طرف اداره ورزش که حمایت بیشتر شون به حساب بتانن برای برنامه های جدید خودن، اینا به حساب یک انگیزه بالا به حساب روحی آرام داشته باشن بازی کنن، او زمینه برای زینا مساعد نشد. ولی باز هم از نظر پارالمپیک افغانستان، چه رشته ویلچر باسکتبال است، چه رشته های مختلف ماست، همین که اشتراک هم میکنن برای ما بالاتر. آقای خوشبین، شما گفتین توجه نشده به تیم ملی ویلچر باسکتبال آقایان و بانوان افغانستان. در روزی که قرار بود تیم بره به پاتایا تایلند، رئیس تربیت بدنی افغانستان حضور پیدا کرد. آیا بر تیم وعده های دادن یا خیر؟ همونطور که ما میدانیم، شما میدانید، مردم افغانستان میداند، تیم ویلچر باسکتبال آقایان و بانوان افغانستان تمام مسئولیت مالیش کمیته صلیب سرخ یا ICRC بر عهده داره و گفته میشه این تیم تمام امکانات در اختیار خود داره. با آن هم باید دولت افغانستان و اداره ورزش افغانستان توجه کنه به تیم، چون به نمایندگی از افغانستان حضور پیدا میکنه. چه وعده های رئیس تربیت بدنی به این تیم داد؟ خوب، از سال 1382 که پارالمپیک افغانستان ایجاد شده، نه تنها در بخش ویلچر باسکتبال بلکه در تمام رشته هایی که گزینه های مختلف که در اداره ورزش افغانستان جایگاه مقام عالی را داشتن، اینا وقتی در برنامه های ما سهم داشتن همیشه وعده های زیادی دارن، ولی ای که به حساب عملی شد و به حساب
تاکنون از رئیس جمهور گرفته چون ملاقات هایی که در ریاست جمهوری هم تیم پارالمپیک داشتن وعده هایی داشتن که باید پارالمپیک افغانستان مستقل شود بودجه داده در اختیار شد نداده شود ولی متاسفانه جامعه عمل نپوشیدن اما یگانه رای حلی است که هر وعده که می دهن باید عملی شود و یگانه نقش اساسی که برای رشد ورزش معلین از دیدگاه ما داره باید که نه تنها تشویق معنایی شد باید اینا تشویق مادی شوند تا بتانند بر برنامه های جدید خود برای تمرینات خود یک برنامه ریزی خوبی داشته باشند و فکر آرام اینا بتانند تمرین کنند اگر اینا بیان تشویق کنند مثلا به حساب تشویق معنایی قدر نقش اساسی را نداره چون در افغانستان تمام معلین افغانستان نه تنها در سی ورزش در شای مختلف تمامشان مشکلات اقتصادی دامنگیرشان است ولی باز هم بازارها مشکلات خود را به تمرینات می رسانند و باز هم در مسابقات ملی و هم در مسابقات بین المللی افتخار آفریدی می کنند. از دید شما چقدر تیم وضعیتش بهتر شده هم تیم بانوان و هم تیم آقایان چون گفته این آقای کوچکی سرمربی ایرانی در کنار تیم بود در مسابقات و گفته این دو مسابقه را با تفاوت خیلی بلند افغانستان پیروز شد چقدر فکر میکنید که تفاوت ها در تیم به وجود آمده و تیم اکادمی تر پیش میره؟ خوب خدمت شما عرض کنم که تیم ویلچر باسکتبال و دیگر شتای ما کس تیم های نوجوان هستند. نوجوان به این مانند چون تیم ورزشی ویلچر باسکتبال کس تک یعنی یک تقریبا یک 7 سال تجربه دارند که اینا تمرینات میکنند ایجاد شده و توسط کمیته صلیب سرخ اینا تمرینات خود پیش میبرند اما در دیگر کشورها بیشتر از 20 سال اینا تیم های ویلچر باسکتبال را ایجاد کردن یعنی اونا از تجربه های بسیار خوب برخوردار هستند از آمریکا های خوب برخوردار هستند بیشترین گیم ها را در کشورهای مختلف اونا اشتراک کردن و همچنان اونا با مربی های بسیار موفق به حساب در اختیارشان از زمینی پیشتر به خاطر رشد ورزششان مساعد است اما در افغانستان چون تیم نوجوان است و یک تا به این مرحله در وقت بسیار کم خود را رساندن بسیار یک دستاورد بزرگ است که تیم ویلچر باسکتبال افغانستان در مسابقات کس سمی اشتراک کرد و همچنین در بازی های پارالمپیک که بازی های المپیک آسیا بود اشتراک کرد این خودش یک دستاورد بزرگ است بیشتر از 15 کشور تا هنوز نتوانسته نی بازی را پیدا کنه. بسیار خوب. حالا چه برنامه داره فدراسیون پارا المپیک افغانستان؟ ما دو تیمی که رویش بسیار حساب میکردیم نمیتونه در پارا المپیک 2020 توکیو ژاپن حضور پیدا کنه. کدام ورزش ها آیا میتونن یعنی کسب سهمیه کنن؟ کدام ورزش انفرادی مانده یا که از طریق وایلد کارت ما یعنی فرصتی را داریم که بتونیم مستقیم حضور پیدا کنیم در مسابقات پارا المپیک یا خیر؟ بله ما چون تیم ویلچر باسکتبال ما که به خاطر کسب سهمیه رفت تا هر توان خوب درخشیدن اما پارالمپیک افغانستان تلاش داره در رشته های مختلفی که به خاطر کسب سهمیه یکی از کشورهای مختلف راندازی میشه ما تیم های انفرادی خود به او کشورها اعزام میکنیم در کدام بخش ها آیا معلوم شده کدام بله، بخش ها حضور پیدا رشته پاورلیفتینگ وزن برداری است آب بازی است پارا تکواندو است و رشته اتلتیک است که فعلا اینا هم تمرینات خود پیش میبرند و در جریان سال روان ما دو کسب سهمی خود در بخش وزن برداری و اتلتیک که در دبی برگزار شده بود نظر به کمبود بودجه که اداره ورزش داشت یا بودجهش که به حساب به مصرف رسیده بود بودجه نبود که سفر ما را منظور کنه ما دو رویداد بسیار مهم خود به خاطر کسب سهمیه بود آمادگی خوبی اف ما ورزشکارای ما گرفته بود او را از دست دادیم اگر واقعا دولت افغانستان و اداره ورزش افغانستان بودجه مشخصی به پارالمپیک افغانستان در نظر نگیره ما رویدادهای مختلف خود در عرصه‌های مختلف ورزش مالین در جهان از دست میتیم آقای خوشبین یک چیز دیگه که مردم افغانستان خیلی منتظر هستند که بشنون از زبان شما موضوع عباس کریمی است شناگری که در آمریکا درست قبل موفق شد 4 مدال طلا را به دست بیاره و در مسابقات داخل کشوری پارا المپیکی آمریکا موفق شد مقام اول کسب کنه آیا این ورزشکار به نفع آمریکا در پارا المپیک 2020 حضور پیدا خواهد کرد یا که ما یعنی میتونیم رویش حساب کنیم و به نفع افغانستان مسابقه انجام بده با توجه به اینکه
یک ماه قبل در کابل حضور داشتند و گفتند که ما میخوایم برای افغانستان بازی کنم. حالا به تکلیف چگونه است؟ خوب باز هم پیروزی عباس کریمی که ورزشکار ملی ما در کشور امریکا 4 مدال در سبک‌های مختلف به دست آورد، این دستاورد بزرگ هم به اداره ورزش افغانستان پارالمپیک و خصوصا به مردم رنگی افغانستان تبریک میگم. و نظر به جواب سوال شما خدمت شما عرض کنم که عباس کریمی وقتی که به مسابقات پارا سویمینگ که شامل شد، ما تمام امکانات برای زنا فراهم ساختیم. ما به پارالمپیک پارا سویمینگ آسیایی و جهانی ایمیل کردیم که عباس کریمی یکی از ورزشکاران تیم ملی پارالمپیک افغانستان است، اینا را اجازه بده تا بتوان استعدادی که داره در هر کشوری که هست اینا میتونن به نام پارالمپیک افغانستان فعالیت خود را در بخش شنا آغاز کنه. اینا از سال 2015 به نام پارالمپیک افغانستان فعالیت خود را که به حساب هر برنامه‌ای که میداشته باشه با ما هماهنگ میکنه، و اگر اینا در بازی پارالمپیک توکیو 2020 هم را پیدا کنه به نام افغانستان یاد میشه، چون به خاطر که اینا یک مهاجر افغان هستند. اگر ورزشکاری که چی در کشور خود باشه چی در کشورهای مختلف باشه اینا میتونن همیشه به نام کشور خود که بخواین مسابقات بیرون مرزی اشتراک کنن میتونن اشتراک کنن. بسیار خوب آقای خوشبین، به عنوان آخرین سوال، هفته قبل رئیس فدراسیون پارالمپیک افغانستان وفات کردن آقای محمودی، حالا سرپرستی فدراسیون پارالمپیک دست چه کسی است و آیا انتخابات برگزار خواهد شد یا معاون فدراسیون به کار خود ادامه خواهد داد؟ خوب رئیس پارالمپیک افغانستان که در 3 دسامبر وفات کرد، نظر به اثر حمله قلبی واقعا یک ضایع بزرگ به اداره ورزش به پارالمپیک افغانستان بود و باز هم از خداوند برایشان جنت فردوس آرزو میکنیم و برای اعضای فامیلشان صبر جمیل آرزو میکنیم. و بعد از وفات رئیس پارالمپیک که ما از دست دادیم، تا اکنون کنم گزینه که در جایش به حساب صفت سرپرست تعیین شد تا فعلا صحبت نشده و یک شخصی که باشه که به حساب جایگاه زیر به حساب پر کنه تا فعلا نتونست. یعنی انتخابات برگزار خواهد شد؟ انتخابات برگزار می شود اما تا کنون معلوم نیست. بسیار زیاد سپاس کبیر خوشبین، مسئول نشرات فدراسیون پارالمپیک افغانستان، از زورتان در بس. تشکر از شما هم. و بینندگان عزیز، چند خبر کوتاه ورزشی. در جریان دیدار موناکو و آمیان اتفاق عجیبی افتاد و تیم باکایوکو بازیکن موناکو شماره پیراهن خود را فراموش کرده بود، نزدیک بود در جریان یک تعویض اشتباهی از زمین بیرون برود. بازیکن شماره 6 باشگاه موناکوی فرانسه در دقیقه 81 زمانی که داور چهارم کنار زمین ایستاد و تابلوی تعویض را بالا برد تا مشخص شود بازیکن شماره 14 موناکو باید زمین را ترک کند، به سمت خط تعویض رفت تا از زمین بیرون شود. جیمی واردی مهاجم 23 ساله و با کیفیت باشگاه لستر سیتی انگلستان دیشب در پیروزی 4-1 تیمش برابر آستن ویلا در 8 دیدار متوالی در لیگ برتر موفق به گلزنی شد تا در کنار رودفانستر روی مهاجم گلزن و سابق باشگاه منچستر یونایتد تبدیل به 2 بازیکن شود که در 8 بازی متوالی در لیگ برتر موفق به گلزنی شده است. در این دیدار واردی 2 موفق به گلزنی برای روباها گردید. خاویر ماسکرانو ستاره سابق لیورپول و بارسلونا به لیگ فوتبال کشورش آرژانتین برگشت و از این پس برای استودیانس به میدان خواهد رفت. مراسم معرفی او در ورزشگاه خورخ لویس ارشی و با حضور 15,000 نفر برگزار شد. استقبال هواداران استودیانس از ماسکرانو بی‌نظیر بود. تماشاگری که در بازی منچستر سیتی و منچستر یونایتد به فرد و جسی لینگارد بازیکنان منچستر یونایتد توهین نژاد پرستانه کرده بود، توسط پلیس شهر منچستر دستگیر شد. پلیس شهر منچستر اعلام کرده که این فرد یک بازنشسته ارتش انگلستان می باشد که تازه دستگیر شده است، اما جزئیات بیشتری درباره او منتشر نگردیده است. پایان برنامه ورزش، ممنون از اینکه با ما بودید.